روزگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز. قسمت سوم و قسمت آخر از نشانهای قیامت در خدمت شما هستیم با احادیث نورانی از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. قبل از اون میخوام یک سوال و یک موضوع رو بگم. باز قبل از این دو موضوع میخوام یک موضوع رو بگم، اون این است که این دونستن آینده که ناممکن است مگر اینکه الله به ما خبر بده، فوایدی برای ما داره. و حالا دو نکته ای که میخوام بگم این است که یکی از بینندگان به ما گفته که شما چند هفته قبل بیارید، چند هفته پیش در نوار گفتید که چینی ها به خراسان تجاوز خواهند کرد و این حد در حدیث پیغمبر پیشگویی شده است. میشه لطفا این حدیث را به بنده اینجا بفرستید؟ خواهش میکنم و سپاسگزارم. بله، ببینید، من به این صورت که نگفتم، من از یک حدیث استنباطی کردم که اون حدیث براتون میارم. برای مثال به شما عرض کنم، الان ما یه حدیث داریم که قبلا هم براتون گفتم، حالا اون مطلب شما رو بیننده عزیز جواب میدم، میخوام یک مثال بزنم که این حدیث من که این حدیث معنیش اینه، برای تو خونده بودم، فقط معنیش میکنم که بدترین مردم اونایی هستن که اونا زنده باشن در حالی که قیامت برپا میشه. و بعضی حدیث دیگه داریم که مؤمنا از بین میرن. حالا این بدترین مردم رو در یک حدیث دیگه پیامبر شرح داده، میفرماد که قیامت برپا میشه و بیشترین مردم رومیا هستن. رومیا یعنی اروپایی، آمریکایی، یا استرالیایی، یا آمریکای جنوبی و خیلی جای دیگه، روسیه. خب ما این استدلال میکنیم که آقاش مردم روم در این حدیث نیومده، میگه قیامت برپا میشه، روم اکثریته، ولی با حدیث اول جمع میبندیم، میگیم که آقا مردم روم خراب میشن نزدیک قیامت و تو قیامت برپا میشه، اینا بدترین مردم میشن. و الان ما باز حالا اینجا بخوام یک نکته دیگه، یک پرانتز دیگه باز کنم که ببینید حدیث‌های پیامبر درست در میاد. من هر هفته هیچ هفته ای نیست که خبری نشنوم از سقوط اخلاقی غرب. همین هفته ببینید من چی شنیدم، حالا دو سه تا باز گذشتهش هم برای شما نمایش میدم. همین هفته فقط خبر امروزه، اجازه بدید. از شریفترین مردم غربی ها پادشاه هاشون بودن، یعنی منظورم شریف اشراف بودن، کارهای پست انجام نمیدادن. حالا نگاه کنید، مثلا ملکه انگلیس، خب میبینید یک زن به اصطلاح شریف هست. منظورم از شریف نجیبه است، نجیبه، از نجباز، از اشراف کشوره. حالا نگاه کنید هلند هم همینطور بود، ولی الان دولت هلند نخست وزیرش اعلام کرده که وارثان تاج تخت هلند میتوانن با افراد همجنس عروسی کنن. این خبر جدیده. آقای نمیدونم مارک روتر نخست وزیر هلند گفت که بله، هیچ مشکلی نداره که اگر پادشاه ما همجنسگرا باشه یا ملکه ما. باز میتونه خنده دار این است که مثال در بلژیک یا در لوکزامبورگ دو تا مرد با هم عروسی کردن. وقتی که کنفرانس هفت کشورهای ناتو بود، زنهای رهبرای ناتو جمع شدن، مثلا زن آقای ترامپ، زن آقای اردوغان، این بابا لوکزامبورگیه دو تا مرد عروسی کرده بودن دیگه، یک مرد فرستاده که این زنه. اینجوری یعنی سقوط اخلاقیه. این مال این هفته بود. خب پیامبر چی گفته؟ گفته که رومیا اکثر مردم هستن و فرموده که بدترین مردم اونایی هستن که قیامت بر سرشون برپا میشه. حالا مثلا دنبالش همونجا یک حدیث دیگه اومد. نگاه کنید، باز گفتم اینا مسیحی ها نیستن. یک ماه پیش، یک ماه هم نشده که شهروندان سوئیس در یک همه‌پرسی به ازدواج همجنسگرایان رأی دادن. اکثریت مطلق سبحان الله گفتن که ما باید که همجنسگرایی باشه. خب این که در مسیحیت نیست. پس رومی ها از دین خودم برمیگردن. یعنی اینم یک میگه برعکسش، البته دیگه ما دیگه برعکسش نمیگیم، میگه گل بود و به سبزه آراسته شد، این دیگه برعکسشه که یکی اشرار میشه، اینکه همون دینی هم که دارن ول میکنن. البته به اون صورت ول نمیکنن، یعنی همون صلیب رو قبول دارن. یه چیزی میدونی دیگه، بعضی مردم هم دین دارن هم قبول نداره، میگه مثلا قانون عیسی رو قبول نداره علیه السلام. خب اکثریت مردم سوئیس رأی دادن، در حالی که اینا همونایی هستن که تا 100 سال پیش
70 سال پیش حتی زن حق رأی نداشت. همین سوئیس و اتریش. یک دفعه رومیا عوض شدن. از قرن 18 اینا کم کم عوض شدن. پادشاه ایران ناصرالدین شاه که رفته بود لندن در سفر اروپاییش، میگه شب رفتیم به اصطلاح در سالن شهرداری رقص بود و قرن 18 هم دیگه، قرن 19 هم سال 1800 نمیدونم چند، 200 سال پیش، میگه که باز من خسته شدم. میگه شهردار من رو تا قصرم همراهی کرد تا مهمانخونه و باز برگشت تا صبح. اینا بزنه به کوب داشتن. حالا اون وقت بزنه به کوب بودم، کلام زنا داشتند و ماکسی هم میپوشیدند و بدنشون معلوم نبود، چون که تازه اینا پولدار شده بودن. این ملت بی پولی بودن، غربی ها خیلی بی پول بودن. بی پولی اینا اومدن دنیا، به اصطلاح هند هم گرفتن، آفریقا هم گرفتن، پولدار شدن. متوجه هستید؟ ثروت نداشتن. آدم ثروتمند از جاش حرکت نمیکنه که. و باز خراب شدن و این خرابی هر روز ادامه داره. این دو تا رو الان براتون دادم، یه دو تا دیگه هم ببینید. در کدام کشور همجنسگرایان حق ازدواج دارن؟ من یه نمونهش فقط دارم میگم. دانمارک اول شروع کرد، بعد از اون همه کشور اروپایی گرفتن. دو با حتی جالب اینه که اینجا یک حدیث دیگه هم از که اینجا میاد، ممنوع تا فرمان، که این خنده داره که مثلا سربستان که کشور، مثلا نخست وزیر همجنسگرای سربستان صاحب فرزند شد. بیارید، اینم اروپاست دیگه، اینم رومیا هستن. این خانوم زنه، خب دیگه چطوری همسرش هم زنه. چیکار کردن؟ نطفه گرفتن. نطفه گرفتن از یک، من چرا دارم اینا رو میگم تو این برنامه؟ چون پیغمبر ما فرموده بود که قبل از قیامت صله رحمی هم چی میشه، یعنی برادر برادر رو نمیشناسه. الان این خانم یک بچه گرفته، نطفه از یک مردی گرفته که خودش هم نمیشناسه. خب اون مرد آدم است، با یک زن دیگه هم ممکنه عروسی کرده و از اون صاحب بچه شده. خب این بچه با این بچه برادرن، اما همدیگر رو نمیشناسن، یا خواهر برادرن همدیگر رو نمیشناسن. پیامبر ما خبر داده که قبل از قیامت برادر برادر رو نمیشناسه، صله رحمی از بین میره، پیوند خویشاوندی از بین میره. معنیش اینه. پس دیدی که حدیث های پیامبر داره درست میاد. رومیا دارن فاسد میشن. و پیامبر نگفته سر مسیحی ها میاد، گفته سر رومیا میاد قیامت و فاسدیشون. این تازه خوبشه، فردا از این بدتر هم میشه. این من تازه یه چیز خوندم، خندم هم گرفت، گریم هم گرفت. در است در چیز این خبر زیاد پخش هم نشده. من در سایت های عربی دیدم که با سند داده بود که است در کاک، یعنی پخش شده، سرسری ازش رد شدن. در اسکاتلند، چون که حالا یک ایالت کوچیکه، به بچه حق داده شده مدرسه در مدرسه که مثلا بچه پسر بگه من دخترم، اسمش هم عوض میکنن. مثلا اسمش دونالد میذارن، اسمش مثلا جاکلی. مادرش هم مجبور، حتی شناسنامه هم مجبورن عوض کنن. مرد مرد، بچه بچه، پسر پسره، دختر دختره. اما اومد باید مادرش حتی لباسای دخترانه برش بخره. اسکاتلند این قانون هست. در سایت های فارسی ندیدم، در سایت های عربی دیدم که طرف با سند داد. منظورم روز به روز بدتر میشه. خب حالا بریم سر بحثی که سوالی که بیننده پرسیده بود. بیننده گفت شما گفتی به خراسانی حمله میشه، من چینی حمله میکنه. من برداشتم بود، برداشتم اینجوری بود، بیارید این حدیث دیگه، مال برنامه امروز نیست، فقط معنیش میخونم. یه دفعه هم خوندی بینه برای شما که قبل از قیامت 6 چیز برپا میشه. بیت المقدس فتح میشه، باز دو تا مثلا کرونا و اینا چیزای وحشتناک میاد، خیلی آدما رو میکشه، باز مال خیلی زیاد میشه که حتی 100 دینار هم به یکی بگه قبول نمیکنه، باز یک فتنه داخل خونه هر عربی میشه، معلوم نیست چیز. بعد از اون میگه بین شما و بنی اسفر، این موزردار میگن، خودشون الان هم به خودشون میگن، با رومیا میگه شما صلح میکنید. ما همیشه با اونا در حال جنگ هستیم، حالا هم دیگه جنگ است. درست است که دولت‌های عربی، دولت‌های اسلامی تسلیم اونا هستن، اما به صورت مسلمان ها دوستشون ندارن، چون مثلا در اسرائیل جنگ صلیبی هنوز هست، اونا که منطقه ما رو گرفتن دیگه. خب باز در این حدیث میگه که شما با هم صلح میکنید و اینجا پرانتزشو دیگه نگفته، در حدیث دیگه گفته. باز اونا میگه خیانت میکنن و در 80 پرچم به شما حمله میکنن. اما در حدیث بعدی میگه آقا شما با رومیا صلح صادقانه ای میکنید. پیامبر فرمود صلح صادقانه ای میکنید. این صلح تا حالا نیومده که صادقانه با هم صلح کنیم. میگه با هم دیگه متحد میشید. با هیچ وقت ما با هم متحد نشدیم. وقتی که مغولا حمله کردن، رومیا با مغولا یکجا بودن، با اینکه مغولا اونا رو اذیت کردن، اما علیه مسلمان ها با اونا متحد بودن. هیچ وقت با ما متحد نشدن بر علیه کسی دیگه، چون دشمن اولشون ما هستیم. حتی وقتی که در افغانستان، خنده‌دار، روس‌ها به افغانستان حمله کردن، آمریکایی‌ها به
به خاطر اینکه روسا به اصطلاح نصف دنیا رو گرفته بودن، به افغانها کمک کردن. ژنرالای روس یا سیاستمدارای روس رفتن آمریکا، نقشه جهان اسلامی رو گذاشتن که این دشمن ما و شماست، ولی آمریکایی ازشون قبول نکردن چون از کمونیست میترسیدن، چون که امپراتوریش بیش از حد بزرگ شده بود و دیکتاتوری بود. خب میگه شما با رومیا صلح میکنید و با دشمنی که پشت سر شماست جنگ میکنید. این دشمن پشت سر یا هند یا چینه دیگه. وقتی ما با رومیا صلح کنیم دشمن پشت سر ما چینه. باز من خودم استنباط کردم، به شما تاکیدم کردم که میتونه درست نباشه، مال این زمان نباشه، مال مثلا 50 سال بعد باشه. گفتم مثلا چینیا نگاه داره به غرب میکنه، با ایران قرارداد 25 ساله بسته، با پاکستان بسته، با تاجیکستان اصلا پایگاه درست کرده. چین اصلا پایگاه، چین در طول تاریخ در خارج پایگاه نداره، ولی درست داره میکنه. همین دولت تاجیکستان این خیانت هم در حق مردمش کرد که بهش یک پایگاه داد و این پیشرفت میکنه دیگه. الان را همه تا حتی غربی الان میگن که، خود این میگه، دولت‌های احمق شرقی میگه نمیفهمن، میگه بهشون پول میده، قرض میده، جاده میزنه، اینا رو داره بدبخت میکنه. میگه باید یه کاری کنیم که شرقی اینقدر در دام چین نیفتن. ولی خاناخا چین امروز داره ثابت میکنه که میتونه پیش بیاد، و با توجه به اینکه خود چین هم مشکلاتی داره دیگه، باید استعمار کنه برای اینکه یک ابرقدرت باقی بمونی، باید کشورهای دیگر استعمار کنی. خود چین مشکل جمعیت داره، هرچند که جمعیتش زیاده، ولی به زودی پیر خواهد شد. حالا اونا بحث نداریم. من استنباط کردم که ما و رومیا با هم صلح میکنیم، مسلمان ها و رومیا، و با چینی ها جنگ میکنیم. بعد از اینکه اونا شکست خوردن، چون که غربی ها که نمیتونن جنگ کنن، اسلحه دارن، اونا که شکست خوردن، بعد از اون بین ما و رومیا دوباره جنگ میشه تا روز قیامت، چون تا آخر اینا این جنگ هست. طبق حدیث های دیگه. پس این حدیث بود. حالا شما آدرس خواستی، در سنن ابی داوود است این حدیث که بهتون گفتم، بخاری هم هست و چند حدیث دیگر هم باید ببینی تا استنباط من رو در بیاری. پس نگفتیم به خراسان حمله میکنن، گفتیم که بین ما اونها جنگ میشه و تمام اولین منطقه ای که در مقابل چین الان قرار داده بعد از ترکستان، منطقه خراسان، تاجیکستان، افغانستان، نصف ایران، حتی نصف پاکستان، اینا همه خراسان حساب میشه. بله، و حتی بالای ازبکستان و مرو و و و. خب امیدوارم که مسئله رو توضیح داده باشم. خیلی هم صحبت کردیم، خدا وقتم نداریم، باید که بریم توی اصل حدیث. حالا حدیث ها اینه، براتون حدیث ها رو میخونم، بعضی ها که شر نداره شر هم نمیده. حضرت ابو هریره از پیامبر روایت کرده که لا تقوم ساعت حتی تختتل فئتان عظیمتان دعواهما واحده. میگه قیامت برپا نمیشه تا دوتا قدرت خیلی بزرگ، سوپر ابرقدرت، با همدیگه جنگ کنن، در حالی که هر دوشون ادعاشون یکه. شاید اروپا و آمریکا با هم جنگ کنن، چون هر دوشون یک حرف میزنن. خب حدیث بعدی، این نمیشه این حدیث فهمید که حالا کجا ما اینا استفاده کنیم، ولیکن پیشگویی پیغمبر ماست، یه روزی معلوم میشه. در حدیث دوم ابی سعید رضی الله عنه از پیامبر روایت میکنه که پیغمبر خدا فرمودن قیامت برپا نمیشه، لا تقوم ساعت حتی لا یحج البیت. قبل از قیامت میگه حج دیگه کسی نمیره. این از پیشگویی‌های پیغمبر است که حج از بین میره، رکن حج که هیچ وقت تعطیل نشده از بین خواهد رفت قبل از قیامت. این حدیث دیگه همون حدیث‌های قبلی رو تایید میکنه که حضرت انس روایت کرده که لا تقوم ساعت حتی لا یقال فی الارض الله الله. میگه روز قیامت برپا نمیشه مگر اینکه در زمین کسی نباشه که الله الله بگه. یعنی اصلا مسلمانی در کره زمین نیست، اسم الله در کره زمین نیست. حدیث های دیگر تایید میکنه، مردمی هستن که پیش خدا به اندازه زباله هم ارزش ندارن. پس این مسلمان ها نگران قیامت نباشن، اونایی که الله الله میگن. تا وقتی که ما الله الله میگیم قیامت برپا نمیشه. و اینا حدیث هایی که براتون میخونم همه صحیحه. اما حدیث بعدی که تقریبا هنوزم نمیتونیم بفهمیم چیه، لا تقوم ساعت حتی یتقارب فتكون السنه كالشهر ويكون الشهر كالجمعه وتكون الجمعه كاليوم ويكون اليوم كالساعه وتكون الساعه كالذره بالنار. پیامبر فرمود قیامت برپا نمیشه مگر شهر مثل سال، مثل یک ماه میشه، یعنی تون تون میگذره. سال مثل ماه میشه، ماه مثل یک هفته میشه، هفته مثل یک روز میشه، و روز مثل یک ساعت میشه، یعنی مثل یک ساعت شد یک روز تموم میشه. بس یک ساعت مثل این است که شما یه آتیش روشن میکنی. قدیما آتیش که روشن میکردن
مثلا چهار تا چوب، مثلا کبریت نبود، چهار تا چوب کنار هم میذاشتن و کم کم این آتش به اصطلاح درست میشد. یعنی 10 دقیقه میشه، 2 دقیقه میشه، 3 دقیقه میشه، ساعت. از این معلوم میشه که یه چیزی میخواد اتفاق بیفته. حالا اون چیه؟ آیا زمین به سرعت میگرده؟ سرعت زمین زیاد میشه؟ آیا امروز البته یه چیزی رو میشه کمی لمس کرد؟ شما اگه الان اینجا مثلا در تهران ساعت اگه 10 باشه، در لندن ساعت 2 بعد ظهره، اینجا 10 صبح، اونجا 2 بعد ظهره. شما اگر سوار یک هواپیما بشی از لندن با سرعت صوت بیایی به طرف تهران، خب 2 باید بشی 4 تا برسی تهران دیگه. ولی به تهران برسی ممکنه ساعت 11 باشه، یعنی حتی زمان برات عقب میره، زمانها به هم نزدیک میشه. ولی این معنی این حدیث نیست، نمیدونیم چی هست و فقط براتون شرح دادم. این حدیث رو که فایده داشت بگید، بعضی حدیث ها رو که شما میگید هیچ فایده نداره، چرا میخونید؟ چون ما نمیدونیم چیه. خب باید بدونیم تا وقتی که نشونهاش آشکار شد، مثل این حدیث که نشونهش آشکار شده. این حدیث که الان براتون میخونم یه حدیث مهمه که باز ما بفهمیم که پیغمبر ما چه معجزه‌ای داشته. ابو هریره پیغمبر به معجزه رو یعنی از خداوند به ما خبر داده، و غیب هیچ کس نمیدونه غیر از الله. ابو هریره رضی الله عنه از پیغمبر روایت میکنه، این حدیث خوب دقت کنید، لا تقوم ساعت حتی یحسر الفرات عن جبل من ذهب یقتتل الناس علی فیقتل من کل 99 و یقول کل رجل منهم لعلی اکون انا الذی انجو. معنیش توجه کنید، پیامبر فرمود که قیامت برپا نمیشه تا که فرات، رود فرات، یک کوی از طلا رو آشکار کنه، مردم ببینن که در فرات یک کوی از طلا آشکار میشه. ناس برای مردم به خاطر این طلا، این کوی طلایی جنگ میکنن. از هر 100 نفری که سر جنگ میکنن 99 نفر میمیرن، ولی که باز مردم میگن شاید اون یک نفر من باشم که پیروز بشم. در حدیث دیگه هست که اگر در این جنگ نکنید شما، پیامبر میفرماد در حدیث دیگه است که اگر این روز دیدید شما جنگ نکنید، بذارید دیگران ببرن. نگفته بذارید دیگران ببرن، فرموده جنگ نکنید. حالا این چیش درست در اومده؟ رود فرات هیچ وقت خشک نشد، اما الان ترک ها اومدن بدون توجه به مسائل محیط زیستی یه دونه سد اونجا زدن که اصلا یک سد وحشتناکیه دیگه، سه برابر تمام سدهای خود ترکیه به اصطلاح آب پشتش جمع میشه و خیلی هم فخر و افتخار میکنن. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که رود فرات خشک میشه. سوریه زده، دو تا عراق زده، خب خشک میشه. حالا رود فرات که نگاه میکنی میتونی از سر طرفش بپری بری طرف دیگه. بعضی جاها فرات چرا اونجا سد زدن؟ خب وقتی خشک شد حتما دیگه مردم توش طلا پیدا میکنه، طلا وقتی پیدا میشه که توش بری ببینی دیگه. یا مثلا وسایل پیشرفته حالا پیدا شده، مثلا با ماشین داخل میشن، بالاخره طلا پیدا میشه در این رودخانه فرات که کوه هست. و پیامبر گفت جنگ نکنید به خاطر اینکه وقتی این طلا بیاد بیرون، حدیث دیگه ما داریم، خب دیگه ارزشش کم میشه. طلا به خاطر این زیاده که ارزش داره کمه، چرا چیز دیگه ارزش نداره؟ چرا پیاز ارزش نداره؟ با زیاده تریاک ارزش داره چون کمه. اگه همه جا تریاک بکارن، تریاک از پیاز ارزان‌تر میشه، منظورم خشخاش. طلا الان کمه چون در دنیا کمه، وقتی زیاد بشه این جنگ بی خوده، چون زیاد شدش که نمیخره دیگه. و جالبه که میگه روزی میاد قبل از قیامت مردم طلا رو تو راه میبینه، مثل سنگ میبینه، یه لگد میزنه، میگه به خاطر این ما میکشته میشدیم، کسی نمیخره، ارزش نداره چون زیاد کوه. توجه کنید که اینها. و جالبه که اگر این حدیث ها از پیغمبر نباشه به هم درست در نمیاد، ولی همین حدیث یعنی توش باید تضاد باشه، اما میبینیم حدیث های یکی دیگر رو تأیید میکنه در روز قیامت. مثلا همون حدیث طلا الان یادم اومد که قبل از قیامت اینقدر طلا زیاد میشه که شما طلا رو ببینی ور نمیداری، سنگ طلا رو سنگ میزنی میندازی، میگه برو، بخاطر این ما خودمون به کشتن میدادیم، بخاطر این ما زحمت میکشیدیم. یه دفعه دنیا عوض میشه، متوجه هستید؟ این همون چیزی هست که پیامبر ما گفته برای جنگ نکنی چون باید بیارزش میشه. خب این حدیث البته چندان شاید حدیث برای آینده است. پیامبر فرمودند، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقوم ساعت حتی یخرج رجل من قحطان یسوق الناس بعصاه. پیامبر فرمودند که قیامت برپا نمیشه تا یک مردی از قحطان ظهور نکنه.
و این قحطانی مردم رو با استبداد رای راست میبره. اینجا یک چیز جالب در این است که وقتی در سال 1400 قمری در عربستان وارد کعبه شدن، من یکی از اون آدمایی که دستگیر شده بود رو دیدم، یعنی کسایی که میگفتن مهدی اومده قحطانی، همین قحطانی بوده اون نفرم اسمش، خواب دیده بودن، خواب شیطانی دیده بودن که ما مهدی هستم و اینا حمله کردن به کعبه و چند نفرم کشتند و باز پلیس عربستان هم بهش حمله کرد، گفتن عربستانی حمله کردن، گفت صبر کنید الان اینا باید چی کنن، طبق حدیث باید اینا تو خاک فرو برن. باز بهشون گفتن که فرو نرفته، گفت که فرو نرفته پس ما اشتباه کردیم، حالا جنگ کنید دیگه چاره نداریم، و کشته شدن همشون. باز این آدم گفته بود که پلیس عربستانی گرفته بود و باز بل شده بود و نمیدونم حالا داستانش یادم رفته، مال 30-40 سال پیشه. باز اومده بود تو پاکستان، من توی منظرم توی با مجاهدین افغان، این عرب این داستان رو برای من تعریف کرده بود و برای گروهی منم تو اون گروه بودم. مقصود این است که نباید حالا حدیث خود تطبیق کنی، حالا یه قحطانی بلند شه بگه که آقا پیغمبر گفته یکی از قحطان میاد پس من بلند میشم به مکه حمله میکنم. من دیدم بعضی مردم، چون حدیث هست که از خراسان پرچمای سیاه میره بیت المقدس آزاد میکنه، چند تا خیال باف پرچم سیاه رو گرفتن که ما همون مردم هستیم. نه نه، اینجوری نمیشه، خود به خود دنیا به اون سو میره، نه اینکه هر کس اسمش محمد باشه حضرت رسول است، این که نمیشه. بله، من تون میگم به خاطر اینکه میخوام هم حدیثا رو بگم تمام شه و هم میخوام که بیش از نیم ساعت صحبت نکنم. خب پس بذارید بعد از این حدیثا رو فقط معنیشو بگم. حضرت ابوهریره رضی الله عنه روایت میکنه که قبل از اینکه قیامت، از پیامبر صلی الله علیه و سلم که ایشون فرمودن قبل از اینکه قیامت برپا بشه علم اخذ میشه، گرفته میشه، ولی معنیش معلوم نیست. علم حالا زیاد شده، زلزله ها زیاد میشه، زمان به هم نزدیک میشه، فتنه ها زیاد میشه، اینی که دیگه ما حالا میبینیم هر روز یه جور فتنه در میاد. و یه سر هرچ گفتن یا رسول الله هر چی دیگه چیه؟ گفت قتل. قتل میگه زیاد میشه. حالا شما میبینید که کشنده نمیدونی چرا میکشه، نمیدونم که میبینی که در مسجد حمله میکنن، مردم در حال نماز حمله میکنن و میکشن، هیچ عذری در این کار نیست ولی میکنم. من نفر که مرده نمیدونی چرا کشتنش. خب حضرت این حدیث خیلی قویه چون که دو تا معجزه توش هست. پیامبر فرمودن که قیامت برپا نمیشه. قیامت چی؟ برپا نمیشه تا چی نشه؟ تا معذرت میخوام اجازه بدید. فرمودن بیار. حضرت ابوهریره از پیامبر نقل کرده که ایشون فرمودن لا تقوم ساعتو حتی تعود ارض العرب مروجا و انهارا. میگه قیامت برپا نخواهد شد تا عربستان دوباره سرسبز نشه. این کلمه دوباره رو توجه کنید، یعنی عربستان خشک و لایزرع طبق حدیث پیامبر تا سبز نشه، تا پر از باغ و بوستان نشه، درخت های زیاد نباشه، توش رودخونه ها جاری نشه، قیامت برپا نمیشه. بلکه نه عربستان، سرزمین عرب، سرزمین عرب الان تو مصر هم سرزمین عرب، لیبی هم هست اونجا، همه خشک، همش صحراست، جزایر هم هست، مغرب هم هست، خیلی جای دیگه. پیامبر گفته حتما در اینجا باید رودخونه ها بیاد. و جالب میگه بر میگرده. الان با توجه به اینکه از فضا میتونن از زمین عکس برداری کنن، بستر رودخونه های دو تا عربستان دیدن که خشکه، یعنی خاک پرش کرده ولی بستر رودخونه بوده یه روزگاری، حالا خاک اومده پرش کرده، حتی دریاچه ها بوده. و حد زدن که در اینجا حتی همین نفتی هم که تو عربستان هست میگن به خاطر همون جنگل های مثل جنگل های برزیل استوایی بوده. و پیامبر ما گفته که این باز بر میگرده و الان هم نشونه های شما میبینید. اگه عربستان برید اون عربستان سابق نیست. 50 سال پیش 60 سال پیش میگه که توی مکه یه دونه درخت بوده، شاعرها دور جمع میشدن میگفتن که عرضم به حضور شما حدیقه الشعرا، یک درخت. حالا برو ببین امارات، من رفتم دیدم از دبی تا ابوظبی دو طرف کمربند سبز درست کرده، صحرایی که هیچ درون انسان نمیتونست راه بره. و حالا میخوان یه رودخونه رو از پاکستانی ها از دریا، از زیر دریا رد کنن، آبی که میریزه تو دریا از زیر دریا رد کنن، ببرن تمام امارات رو یک رودخونه توش جاری کنن. حالا این کار بشری است، باید کار خدایی هم میشه، رودخونه زیاد میشه. و این حدیث حالا نشونش هست، حدیث دهم اینه، نمیدونم شما بگید که نشونش هست یا نیست، اینه شما بگید من فقط حدیث براتون میخونم.
حضرت حذیفه بن یمان میفرماد که پیغمبر فرمودند که قیامت برپا نمیشه لا تقوم ساعت و حتی یکون اسعد الناس بالدنیا لکو ابن اللکا. قیامت برپا نمیشه تا خوشحالترین مردم در دنیا خبیث پسر خبیث باشه، پست پسر پست باشه، رذل پسر رذل، یعنی پسترین آدم ها، رذلترین آدم ها، خبیسترین آدم ها، اینا خوشحالترین مردم خواهند بود. خبیسترین آدم هایی که پدراشون هم خبیس بوده، رزل بوده، پست بوده. پیامبر اینجوری گفتن که در اون وقت میگه خوشحالترین مردم اینا هستن. حدیث بعدی اینو بذارید که طولانیست چون وقت نداریم نمیخونیم. حدیث آخری که میخونیم اینه، دو تا حدیث داریم. حضرت پیامبر حذیفه روایت میکنه که پیامبر فرمودن که دجال خارج میشه دو تا چیز داره، نهر و نار، رودخونه داره و آتش داره. هر کس که داخل نهر شد گناهاش چی میشه؟ ثابت میشه و اجرش ضایع میشه. و هر کس که داخل آتش شد دجال دیگه پاداشش میمونه و گناهش پاک میشه. ثم انما هی قیام الساعه. میفرماد که ممنونم تا دجال بر وقتی میاد که مسلمان هم هستن. این یک نهر داره، دریا داره، رودخونه داره، یک چی داره؟ چی بود؟ یک آتش داره. معلوم است هیچ کس خودش به آتش نمیندازه، این دجاله. اما مؤمنین که خبر دارن که این پیامبر به ما خبر داده، هیچ قبول نمیکنن از دجال که این خدا باشه، خدا یک چشم نیست. و اگه اینا رو میگه حرف اون قبول نکنی در آتش شما رو میندازه، میگه بنداز. پیامبر میفرماد که اون آتشش جنته و اون جنت دجال دیگه، بهشتش جهنمه. منظور باقش آخرین حدیث، پیامبر فرمودند که قبل از قیامت ربا و زنا و آتش چی زیاد میشه؟ خمر ممنوع تا فرمان، شراب، ربا و زنا، اینا همیشه بوده ولیکن به این صورتی که امروز هست شما میبینید که نبوده دیگه. در هیچ دوره‌ای در کره زمین به این صورت نبوده که الان هست. الان فقط 4 کشور است که مثال شراب در هواپیما ممنوعه، یکی افغانستان، یکی پاکستان، یکی ایران، یکی عربستان. و این هم معلوم نیست که تا آینده بذارن که این ادامه پیدا کنه. ممنونم. حالا بریم به پیام‌های دوستان. ببخشید من با عجله گفتم، ما به تلفن‌ها رو بس کنیم تا فرمان. اصلا وقت پیام‌ها وقت خیلی گرفت و دو تا سوال جواب دادم. خب بیننده ای پرسیدن که وزن سخنان، خدا خیرتون بده، تعریف کردن که وزن سخنان این برنامه بالاتر از نصف یوتیوب است. تقلب کردن آخر زمانه مردم کلیپای رو چند میلیون بار میبینن اما فقط فوش و بدی بیرا داخلشه. لطفا در این مورد برنامه بذار که چرا مردم دنبال حرف حق نیستن و ذائقهشون تغییر کرده. بله ممنونه که از برنامه ما خوشتون اومد. این که میگن که بعضی از کلیپ ها رو مردم مثلا میلیون ها بار میبینه، راستم میگه. دلیلش چیه؟ ببینید انسان از اول همینجور بوده، حالا الان دوره ما اینجوریه دیگه. دوره قبل از اینکه بیاد ما که کوچک بودیم مثلا تلویزیون رو تازه اومده بود توی کشورهای ما و سیاه و سفید یک فیلم هایی بود که مثلا دیگه همینطور مونده بودیم جذب میشدیم. حالا بچه ها نگاه نمیکنن، همش بازی کامپیوتری. قبل از اون رادیو بود. مثال قبل از اون چی بود؟ قبل از اونم بوده. بشر میرفته مثلا توی همه قصه خونی ها قصه میخوندن برایشون، داستان تا صبح خونی میشوندن و میدیدن. همین داستان نام داستان تعریف میکرد که رستم اینجوری رفت و یک کم هم حرکات انجام میداد. اینطوری است که بشر اصلا دوست نداره فکر کنه، فکر کردن زحمت داره، هزار راه انتخاب میکنه که فکر نکنه. لذا دیدن این کلیپ ها و این چیزایی که شما میگید میلیون ها بار دیده میشه، این بابا میخواد یه جوری مثل خوردن شراب، همه ما مثل خوردن شراب که میخواد فکر نکنه. بله علتش همینه و دیگه باید مقابله با شیطان باید جنگ کرد دیگه. خب این بی نوشته بیننده ای که سلام آقای سجیدی، آخه این چه قیاس است که شما میکنی؟ شما بر تحقیق کن توی همین کشورهای عربی اسلامی چه اندازه، خیلی ببخشید که به این صورت میگم، بچه بازی است، ولی علنا اعلام نمیشه. یه سرچ توی یوتیوب بزن ببین چه خبر است. من نمیگم که در کشور اسلامی فساد نیست، بلکه فساد زیاده و خیلی هم فساد زیاده.
من تا پیامبر ما گفته که همه امت من، البته اینو معاف نمیکنه ها، ولی میخوام بگم که امت به صورت این است که آشکار نباشه، نه دیگه بهش فخر که نمیفروشه. یعنی حالا هم اگر بچه بازی هست، معذرت میخوام اینجور میگم، یا هر فساد دیگه است، بالاخره مردم پنهان میکنه. در اروپا بابا میگم چی میگه، تو کنفرانس ناتو مرده رفته کنار زنان، زن رئیس جمهور ترکیه خودش دور میکرده، میگه من مثل شما زن هستم. اینجوریه، من که نمیگم که در کشور اسلامی نیست، این قیاس شما چرا میکنی؟ من که نگفتم کشور اسلامی، حالا باز ما کشور اسلامی کجا داریم؟ یک کدوم کشور؟ کشور اسلامی اون است که قانون اسلامی اجرا بشه. یک کشور من نشو بده. یعنی چه که من میگم آقا شکلات بخور، با شکلات بگید شیرینی نباشه، شکلات تو باید توش نمک باشه. اینجوریه تو کشورهای دنیا. مثلا آمریکا اون روز که مثلا یک نفر گفته بود طالبان جرأت هم نکردن بگن، گفت الان دیروز هم اعلامیه‌شون رو دیدن که آقا اگر کسی رو مجازات میکنید علنی نکنید. چیکار کنه؟ خب دنیا نمیذارتش. یکیشون گفت که اونم تازه بدون اجازه اینا گفت که ما دوباره دست قطع میکنیم. اینا نگفتن ما نمیکنیم، چون نمیتونه بگه نمیکنیم. اگه بگه نمیکنیم باز میگه مسلمان نیستی دیگه، یعنی تو حساب قانون اسلامی. آمریکا فوراً اومد بیرون که آقا این قانون وحشیانه رو ما قبول نداریم. تازه گوینده غیر مسئول بوده. من میخوام این داستانو بذارید اینجا من براتون بگم. آقای به نام نورالدین ترابی این حرف رو زده. حالا نمیدونم اون چرا زده بدون اجازه اینا. این بابا در دوره اول وزیر چی بوده؟ میخوام بگم دنیا چطور کار میکنه. وزیر چی میگن؟ خدایا، قاضی القضات بوده. بعد از اون در حکومت جدید رئیس زندان شده. در رئیس زندان شده که یه حرف زده طالبا برکنارش کردن، کردنش معاون هلال احمر. ولی تو غرب اینا نمیگه. منظورم چی؟ منظورم حالا بس تو جای دیگه رفت که تو کشور کجا کشور اسلامی هست؟ کدوم قانون اجرا میشه؟ در کدوم کشور اسلامی ربا نیست؟ کدوم کشور اسلامی مرد اجازه داره دو تا زن بگیره؟ حتی ایران هم اجازه نداره قانونا. بله، پس منظور این بود که اونا علنی میکنن در کشورهای ما، اصلا اسلامی هم نیست، اگه بکنن به ما مربوط نیست. بفرمایید آقای محترم. سلام عرض میکنم. بفرمایید. صدا که هست که بله، صداتون نمیاد هر کس که هستید. خب خب این بیننده از ما خواستم که همین در همین رابطه که شبکه‌های تویدی و برنامه‌های ما رو، شبکه‌ها رو در یوتیوب ببینن و برای دوستانشون هم ارسال کنن تا در این صدقه جاریه شریک باشن. این بهترین کمک به شبکه هاست. منم میگه یک در یوتیوب کانال زدم برای سجودی به نام سجودی فن، بگید که حمایت کنن تا کانال بالا بیاد. بله ممنونم. بله گفتیم، ولی این که ببینید زیاد اینقدر پشت سر اینم نباشید که یک چیزی حتما عرض به حضور شما لایک زیاد باشه یا بیننده زیاد باشه، چیزی که برای خدا باشه میمونه. این یادتون باشه. وقتی حضرت امام مالک کتابشو نوشت، موتا رو مینوشت، گفتن که خیلی ها دارن همین کتابو مینویسن. گفت هر چیز برای خدا باشه میمونه، فقط کتابو اون مونده، بقیه کتاب اصلا از بین رفته. خب یک بیننده ای سوالی پرسیدن که باز به ما مربوط نبود، ولی باز دیگه پرسیدن. چیدن موی صورت که چه حکمی دارد؟ مزو که نوشته موی صورت مرد را میگویم، موی های زاید را میگویم، مثلا موی که تا زیر چشم رسیده باشد، و دیگر تیغ زدن موی بدن مثل سینه ران پا چه حکمی دارد؟ ببینید این سوالا رو بازم تیب ممنوع تا فرمان. بازم میگم به شما که این سوالا رو از آقای چی بپرسید، چون که اون فقه آقای زهرابی فقه مقایسه ای رو میدونه، ولی منم رفتم پیدا کردم فقه مقایسه یعنی که در هر مذهب چی میگن. عموما در دین اسلام برای موهایی که در بدن انسان است دو حکم است. یکی ها گفت حق ندارید بگیرید مثل ریش، یکی ها رو حکم کرده که کم کنید یا بگیرید مثل سیبیل و مثل موهایی که به اصطلاح زیر بغل هست یا در اندام تناسلی است. معذرت میخوام، اینها رو بس حکم شده که بگیر مثلا پاک کنن خودشون. یه چیزایی هم هست که هیچ صحبت در موردش نشده، مثل موهایی که الان شما فرمودید در سینه یا در ران پا یا در ساق پا یا در پشت. در این مورد دین سکوت کرده دیگه، بس دیگه به خودت داره. جایی که دین صحبت نکرده
اگه فکر میکنی که برای تو مناسب است که موهای مثلا ساق پات تیغ بزنی، این چین نداره، متوجه هستی؟ این مشکلی نداره. در اینجا گفتم اختلاف هست، حتی مثلا در مورد گرفتن ریش خیلی ها حتی یا بعضی ها میگن که ریش اصلا کوتاه نباید باشه، مثلا ریش من نباید باشه، باید یکی میگه باید یک قبضه باشه، یکی میگه باید نه اصلا ول کنی، چون پیغمبر گفته که ریش رو نزنید. در اینجا اختلاف هست، حکم فقهی گرفته میشه. اما حالا که اینو گفتم بذارید اینم برای شما بگم که موهایی که امر شده که انسان اونا رو بگیره در حدیث هست که 40 روز حد اکثر باشه، حد اکثر. و من اینو گشتم در چی؟ فقها ها امام مالکی ها و حنفی ها و بعضی ایچی ها گفتن که نه، هر وقت که احساس کردی باید بشه، مثلا 1 هفته هم شد. شافعی ها میگن که صلاحت رو چی است؟ شافعی ها میگن که همین که احساس کردی که باید بگیری، باید بگیری. احناف اونا گفتن هر جمعه تا اونجایی که میشه، اکثر فقها گفتن تا هر جمعه، و این مذهب مالکی و حنفی است. باز گفتم اینه، الان اگر شما از آقای زهرابی بپرسید خیلی بهتر از من پاسخ خواهد داد، چون که ایشون فقه مقایسه‌ای میدونن و این تخصص داره دیگه، هر کاری هر به تخصص از هر 4 مذهب میدونن. بعضی چیزا گفتم مثل همین حکم گرفتن مثلا موی ساق پا، خب این هیچ حدیث نداریم که نگفته نه، نگفته ها، این دیگه به اختیار خودته. بله دیگه بیننده ای مثل جدید فرستادید. خب بازم آقای بیارید اینو. از آقای رضایی حیدری سوال دارم. شیعه میگه تا امام رضا نطلبد ایشان اجازه زیارت نمیاد، زیارت امام رضا لیاقت میخواد، هر کس چنین لیاقتی ندارد. حالا سوال مطرح است آیا امثال سعید طوسی و شاگردانش و تمام رباخاران و اختلاسگران که خادم امام رضا هستند را چه کسی امضا کرده که تا به آنجا بروند؟ فقط به شما میگویم که هر کس غیر خدا را الله را صدا میکند، شیطان میتواند با علمش حق باطل و حق را باطل به باطل را حق نشان دهد. حتی شیطان میتواند با علم خودش سرطان را هم خوب کند. از پیامبر پرسیدند فرزندم را زیر بت گذاشتم خوب شد، علت چیست؟ پیامبر فرمودند که علم شیطان را دست کم نگیرید. البته این حدیث رو من ندیدم که گفتم ما زیر بت گذاشتیم و خوب شد، اینو شما گفتید، من فقط نقل قول میکنم، از مسئولیت بیگردن خود بینندگان است. اما اون سوال رو که فرمودید که اینا بعضیا میگن تا آقا نطلب نمیشه رفت، آقا یک آدمی که به اصطلاح منافق است چجوری میطلبه؟ سوالی پرسیدن که دوستان باید جواب بدن. یک بیننده بر ما فرستادن که این شیطان سوئدی به نام لارس ویلکس که کارکاتای پیامبر نقش کرده بود با 2 محافظ زنده زنده سوخت و هر چی که کردن نتونستن آتش رو خاموش کنند. و خدا در قرآن فرموده است که من با هر کسی که پیامبر عزیزم توهین کند برخورد خواهم کرد. الله خودت گمراهان را نجات بده. بفرمایید. سلام عرض میکنم. بفرمایید که تو فرمان بازم این مشکل داره تلفنی ما. بله اگه صحبت میکنید من صدا باید واضح باشه، نمیدونم چرا نمیاد. بله بله حتما بیننده صدای ما رو نمیشنون. خب این بیارید. این یکی بیننده فرستاده که چند وقت ایرانی ها میگن ما چیکار کردیم که تمام عذابهای زمینی و آسمانی بر سر ما نازل میشه، دعا رو برعکس میخونیم یا فلان بهمان. میگم من بذارید بینم بیننده رو میتونیم بگیریم. بله بله این شماره رو من میشناسم، شماره آقای رضایی است ولی ظاهرا صدا نمیاد، شاید هم شماره آقای رضایی نیست. بله اتاق فرمان ببینید میتونید مشکل حل کنید. خب این دنباله حرف ایشون میگه همون موقع بیانات شهید مولانا نعمت الله توحیدی یادم اومد که گفت شیعان اگر دست از تهمت و لعنت بر عمر بر ندارن منتظر عذابای گوناگون باشن، و باز این آیه قرآن را خوند، آیه رو ننوشتن. خب عرضم به حضورتون که ممنون اتاق فرمان، در این شکی نیست که یک مسلمانی که حالا یک کافری بیاد به مثلا پیغمبر ما توهین کنه که نمیکنه، خیلی از کافرام شما ما انصاف بدیم، خیلی از یهودی نمیکنه، خیلی از نصارا نمیکنه، انتقاد داره ولی توهین نمیکنه، بلکه قسمت اعظم اونا توهین نمیکنن.
و طبعا دیگه این خیلی بده. یعنی مثال ما تو حدیث داریم، برنامه حدیث از خوب اینو بشنوید، که اگر کسی با دختر همسایه خود یا با ناموس همسایه خود زنا کنه، این گناهش بیشتر از این است که 10 زنا بکنه. زنا که همون زناست. از همسایه خود دزدی کنه، گناهش بیشتر از 10 دزدیه از جای دیگه است. چرا؟ برای اینکه همسایه از تو امید نداره دیگه. تو میگه همسایه هستی، من کنار تو خونه ساختم تا تو من حمایت کنی، من تو رو حمایت کنم، باز تو به ناموس من بد نگاه میکنی، از خونه من دزدی میکنی. همینطور است که یک کافر اگه پیغمبر ما بد بگی مشکل ندارم، اما یک مسلمان بیاد بزنه پیغمبر ما بد بگی، باز بگی من پیغمبر رو دوست دارم، حتی داره مسخره میکنه دیگه، یا به دوست پیغمبر. بله نه نیست صدا. خب من داشتم میگفتم که علت بدبختی ما این است که به ما مثل یک پسری پدر خود اذیت کنه. معمولا عمرش کدوم میشه؟ یعنی پسری پدر خود بکشه، عمر اونم کوتاست، این تجربه ثابت شده، یا همون بلا سرش میاد. مثلا پادشاه قطر رو ببینید، پادشاه فعلی قطر پدر خود برکنار کرده، پدرش هم پدر خودش برکنار کرده بود، خدا میدونه پدرش هم با پدر خود چیکار کرده بود. قضیه این است که بعضی چیزها همینه. یک مشکلی که ما در ایران داریم هم همینه که مردم. بله الان صدا خوبه، بفرمایید. سلام علیکم. سلام آقای رضایی، شما معجزه میکنید، همه بینندگان نتونستن بگیرن، در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم. ممنونم. سلامت باشید، خدا حفظ میکنه ان شاء الله. جناب آقای ستودی، من هرچه تعامل میکنم با این بیننده های شما، اینا که بیشتر شمشیر رو از رو میبندن. تا اونجایی که هفته اون برنامه گذشته گفتن واسطه شما من هستم در آتیه. نه اینجوری، من شما یک نکته رو عرض کنم که منم اون حد زدم شما باید ناراحت بشید. اون منظورش این بود که نفرای دولت هستم، منم گفتم برگشتمش به دولت رسوندم. ولی یک نکته به شما بگم آقای رضایی، قبل از که فرمایشتون بگید، این است که یا نکن با فیلبانان دوستی، یا بنا کن خانه در خورد فیل. باید دل شما خیلی بزرگ باشه وقتی که باید حرفا رو بشنوید. یعنی ما همجور هستیم، اینجور حرفا به ما میزنه که در عمر خود نشنیدیم. بعضی وقتا فوشایی که به ما میدن، حالا این بیننده مثلا گفته این حرف رو، منظور شما نبودید، من ازش دفاع میکنم و از شما معذرت میخوام، ولی با این وجود شما باید تحمل کنید دیگه. وقتی شما حرف میزنی اونا هم میشنون، ناراحت میشن. مثلا شما بعضی حرفاتون اونا رو آزرده میکنه، اونا هم باید تحمل کنن. شما حالا ما سراپا گوشیم، در خدمت شما هستیم. بله چاش تحمل میکنم، ولی بعضی مطالب مثلا اینکه بگن آقای سجودی رضایی میشماره بگه دستش برسه میکشه، دی برای من غیر قابل تحمل. این فقط درست نیست، من میدونم شما من نمیکشید. قسم میخورم که اگر یه وقت خدایی نکرده یه جایی من مواجه بشم که نمیگم که خودم رو، میگم من رو بکشید آقای سجودی رو بلش کنید، خدا شما رو. یه از که میگه که اون کس که گفت بهر تو مردم دروغ گفت، من راست گویم که برای تو زنده هم. اما تا اونجا که بتونم، اگه بتونم نمیگذارم شما را کسی بکشید، از مرگ اجازتون بدم. بله آقای رضای عزیز میگه آرزو بر جهان عیب نیست، ما شما که هر دو پیریم، بر ما آرزو میکنیم. من باور کنید آرزو دارم که اگر یک روزی پای من به ایران رسید آزادانه، حتما به خدمت شما میام به اصفهان و حتما در خونه شما چای خواهم خورد. چه ما رو دعوت کنی که دعوت نکنی، ما مطمئن هستیم که بله. آرزو بر پیرانم عیب نیست. بله خداوند ایده رو برآورده کنه به آمین. شما محضر آمین. بشید. آمین. 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 محضر مبارک حضرت استاد بگم که سوالی که کرده بودم، خب این که در مهمانی های عرف هم هست که شما یه جلسه هایی که بارها میده عروسی پسر دست، خب خیلی میان، ولی یه سری مهمان های شما خاص الخاص هست دعوت شدن از طرف شما. بله اون جلسه طبعا اونها نظر خاص داریم، اما اونایی که همجور اومدن ممکنه حالا یه وقتایی هم مثلا از اون جلسه ممکنه چیزایی هم شخصیتی هم پیدا کنن، مثلا بهشون توجه هم نشه، نباید گلایه داشته باشن چون از طرف شما دعوت نشدن. اما اونایی که دعوتشون کرده، کار دعوت داده، خب به اونا میرسی و اونا مورد عنایت خاص شما هستن. همینطور در بیت الله الحرام یه سری هستن مثلا اونجا اینا مجاور کعبه بودن، یه ادنی هم اصلا خداوند و حکیم اینا میگن دائره بیت الله. خب میخوان چی ثابت کنیم؟ میخوان بگن کسایی که حضرت رضا خواسته، منظورت اینجوریه؟ این موضوع رو در رابطه با چی میفرمایین؟ بله بله در این که میگن چطور مثلا میگن که خب آخه اونا میگن تا طلب نکنه نمیتونه بری، اینجوری میگن تا طلب نکنه. تا طلب نکنه بله اون خواست. خب من که شخصیتی هستم برای خودم
وقتی دیدن هم تا شما دعوت هم نکنید پا نمیشم یه مروسی در حال ما و شما یک ریشه از ریشه مشکل داریم من و شما در این مسئله که ما اصلا معتقد هستیم که ایشون نمیتونه کسی رو دعوت کنه و از دنیا خبر نداره. آقای رضایی یک بیننده نوشتن بر تا فرمان که در مورد شما صحبت کردن 50 ثانیه دوست دارید بشنوید و جواب بدید و باز دوباره باز ناراحت نشید من ندیدم چی گفتم. آره پخش کنید 50 ثانیه است. سلام علیکم و خدا قوت خدمت استاد عزیز استاد سجودی گرامی. استاد سجودی عزیز یک سوال داشتم از آقای رضا از آقای رضایی لطفاً این سوال من از اینا بپرسین واقعا اگر تو با این شیعه رافضی در ارتباط نیستی ولی دنبال حق هستی یک قسم بخور که واقعا تو دنبال حق هستی چون به اون گفتگویی که شما انجام دادیم با اونا تصویر کلیپ خود رو برای شما روان کردن میخواستم ببینم آیا رو واقعا حاضرن قسم بخورن که دنبال حق هستن یا نه دنبال سوالایی که اون شبکای مانند اهل بیت به اینا میده اون سوالا رو میان اینجا مطرح میکنن. لطفا این سوال من از اونا بپرسین. تشکر از شما. خدا قوت. خدا حافظ. ممنون بیننده عزیز. آقای رضایی خودشون سرخط هستن الحمدلله و پاسخ خواهند داد. آقای رضایی بفرمایید. خب این که آخه سوالی نیست که آخه این که شمای دنبال حق هستید چه سوالی؟ قطعا همه ما که مسلمانی بوینده لا اله الا الله دنبال حق بوده ایم که این کلمه را انتخاب کرده ایم و اصلا وقتی دعوت عام دادن خاتم المرسلین قولوا لا اله الا الله تفلحوا این همطور این ندا هست این صدا هست تو اینه که لا اله الا الله. حالا این آقای که این سوال از من کرده میگه یعنی من اگر دنبال حق هستم یعنی حتما باید تو این چند ساله که با این شبکه های شما تماس میگیرم یعنی باید تسلیم میشدم تا حالا و از اعتقاداتی که داشتم دست برمیداشتم که حالا دنبال حق بودم حقیقت. خب منم همین توقع از شما دارم. منم میگم 10 سال ما با اینا دارم سرکرده میزنم که اینا رو بیارم به مرام خودم. پس چرا اینا تو دیگه هم میگه اما ظاهر نمیکنن یعنی اینا میگن که ما مشکل بینندگان ما این است که خودتون هم بیش متوجه شدید برخلاف اونا به نیت شما هم شک دارن میگن شما نیتتون اصلا مسئله هدایت نیست شما چی میگن برای همین اشوا خواستم قسم بخوری اگه از من بخون من قسم میخورم به شما حتما میخورید. این متوجه شدید بیننده چی خواسته یا نه فکر میکنید که نباید آدم قسم بخوره به نیت شما اونا شک دارن دارم از طرف بیننده میگم خودم ندارم آقای رضا. بله اولا که نیت یک چیزی درونی و پنهانی اینا چطور از نیت من خبر دارن یک دو این که من با اون اطمینانی که حفظ کردم گفتم هر مسلمانی با گویند کلمه لا اله الا الله این پیرو حق است و قسم میخورم به ذات ربوبیت که جل و علا که دنبال حق و حقیقت هستم همون که استدلالی هم که تو کلیپ هم گفتم مسلمان باید محقق باشد یعنی دنبال طلبیدن حق. خلاص بیننده عزیز باید دیگه قبول کنن که شما قسم به نام الله خوردید مسئله اونقدر مهم نبوده ولی بینندیشو خواستن و شما لطف کردید و میگم بس تموم کنیم خواسته بیننده رو برآورده کردید. اگر فرمایش دیگه دارید من در خدمتتون هستم و هفته بعدم جان بفرمایید. برنامه گذشته نسبت به این که فرمودید که حضرت حسن به خاطر که صلح با معاویه کرد شد سید جوانان اهل بهشت خواستم بگم اینجا شما یه چیزی شد که یه سوء تفاهم شد چون رسول خدا در حیات ظاهرشون اون وقت فرمودن الحسن و الحسن بله بله هم فرمودن و باز فرمودندم که حضرت حسن بین دو تا گروه عظیمی از مسلمان ها صلح میاره و حضرت حسن باعث صلح شد که دو فرقه مسلمان ها با هم صلح کردن و دوباره پیشرفت های اسلامی ادامه پیدا کرد دشمن ها قطع امید کردن این قربانی را حضرت حسن داد دیگه. خب اینجا ذهنیت ما باز خراب میشه چرا؟ اگر حضرت حسن با صلحی که کردن این برای کار پسندیده پس حضرت علی که جنگ کردن کارشون ناپسند باید تلقی بشه یعنی اگر شما توضیح نکنید مسئله رو بازش نکنید آیا آشا اینطور برداشت میشه که تون حضرت علی جنگ کرد و همین کاری که حضرت علی حسن باید ادامه میداد سیره پدرش ادامه نداد و صلح کرد با معاویه و اون کار پسندیده کرد بسته از سوال خیلی قوی گفتید آقای رضایی من اعتراف میکنم.
کنم. سوال قوی گفتید، جواب پیش من است. ولی قبل از اینکه جواب بدم از شما میپرسم که شما خودتون چه تفسیری دارید که حسن صلح کرد و علی رضی الله عنهما جنگ کرد؟ چرا این راه پدرش نرفت؟ حتما این جوابی دارین دیگه. اگه بگید که قدرت نداشت، یک روزی که انسان بی قدرت نمیشه، اما لشکری که از حضرت علی بود این انتخاب کرد دوباره. یک روز که آدم بی قدرت نمیشه که. بله بفرمایید. حضرت حسن بعد از شهادت پدرشون 6 ماه بعدش با معاویه صلح کرد و همین که خود فرمود قریبش گذاشتن و در ادر بود اصلا که داشتن سرنامه امضا کردن به معاویه گفت که اگر من رو یاری میکردن این سرنامه رو امضا نمیکردم، من رو بهم خیانت کردن، فرماندهان حضرت مصطفی بهش خیانت کردن. عبیدالله ابن عباس اولین فرمانده بود با 4000 نیرو فرستاد که بره بیرون بیرون کوفه با لشکریان شبانه، گذاشت اردو رو فرا کرد اون طرف معاویه. بله. صبح که در سرباز دار شدن دیدن سرمانش رو گذاشته فرا کرد. خب پس قدرت نداشته. ما حرف شما رو قبول میکنیم، ما اگر معنی حدیث شما رو قبول نداشته باشیم معنی حدیث رو قبول داریم که اگر حضرت حسن میتونست مثل حضرت علی مطمئن باشه که پیروز میشه، جنگ رو ادامه میداد. اینو ما قبول داریم، هرچند که فرمایشات شما رو به این صورت ما در حدیثا ندیدیم، اما معنی جمله شما درسته. به هر حال وقتی که قدرت نداشت صلح کرد. حضرت علی چون قدرت داشت به فکر میکرد یک فرماندار باقی رو یاغی رو میتونه سرکوب کنه، جنگ رو ادامه داد تا شهید شد. لذا باز مسئله چی نمیاد. اما اینکه حضرت حسن آب در هاون نکوبید وقتی قدرت نداشت، میتونست که بالاخره جنگ ادامه بده دیگه. دید که به ضرر مسلمان هاست، دو تا مسلمان ها رو حدیث هست که با هم یک جا کرد و این باعث شد که سرور جوانان بهشت بشه. این تفسیری است که من میخورم، شما میتونید قبول نکنید، ولی بالاخره این یک کارنامه بزرگه. یک نکته دیگه هم به شما بگم که حضرت حسن و حضرت حسین و حضرت فاطمه اگر که حتی هیچ کاری هم نکرده باشن و سرور باشن در بهشت، هیچ عیبی نداره. خداوند باید به پیامبر ما پاداش میداد دیگه، پاداش که در دنیا نداده. در بهشت گفته که آقا اینایی که تو دوست داری من سرور میکنم، مشکلی نداره پیش ما این حرف. که در دنیا که به حضرت فاطمه خادمه هم نداد، یک خدمتکار نداد، گفت به من خدمتکار بده، پدر به همه دادی، گفت نمیتونم برات بدم، تو دختر من هستی. در آخرت گفت سرور میشه، این هیچ اشکالی نداره. ولی با این وجود من خودم این تفسیر دارم، من اگه تفسیر من میتونه درست باشه یا نباشه، که حضرت حسین به خاطر این سرور است که جلوی یک پیچ خطر رو گرفت. یعنی امیر معاویه وقتی که خلیفه شد نگفت که من پسرم رو خلیفه میکنم، قرار شد که بعد از اون برگرده به شورای مهاجرین. حالا اونایی که طرفدار هستن که ایشون بچه خدا خلیفه کرده میگه مردم اصلا اهل دیگه خلفای راشدین نبودن، اون بحث ما نیست. بس ما این است که به هر حال داشت خلافت تبدیل به پادشاهی میشد، حضرت حسین جلوش ایستاد، اونم ناخواسته وقتی دید که نمیتونه میخواست صلح کنه. همین حسینم گفت بذارید من برم با یزید، روایت های ماست، بذارید من برگردم مدینه، گفتن نه. گفت بذارید برم در مرزهای اسلام جنگ کنم تا شهید بشم، گفتن نه. گفت بذارید برم پیش یزید، گفتن نه، تسلیم ما شو و شهید شد. حالا نمیدونم از بس بیرون رفتم یا نه، در خدمتتونم، ولی خلاصه بفرمایید. بله من چند ثانیه بگم و تمومش کنم. درسته استدلال شما رو میپذیریم که حضرت حسن آب در هاون نکوبید چون دین فایده نداره، بخواد که حضرت علی هم که ادامه داد جنگ رو آب در هاون کوبیدن نبود، همونی که خود فرمودید حضرت داشت با کسانی که بغی کرده بودن میجنگید و قرآن هم اجازه شده. ما نمیگیم، همه سنی ها میگن که حضرت حسن، همه سنی ها حتی لشکر خود امیر معاویه بعد از اینکه فتنه خوابید گفتن که حق با الان سنی ها امروز میگن حق با حضرت علی بود، علی به حق نزدیکتر بود. ولیکن شما در اون دوره اگه بودی میدیدی که مثلا شمرم تو لشکر علیه، ابن ملجم مرادی هم تو لشکر علیه، میگه خدایا من گیج شدم. لذا اونا دچار فتنه شدن. خوارج هم تو لشکر علی بودن که بدترین مردم هستن، متوجه هستید؟ لذا اون مردم طرف مقابل هم نمیشه ملامت کرد دیگه، پیش خدا رفتن و خدا میدونه و کارشون. ولی که اهل سنت حضرت علی رو برتر میدونند از امیر معاویه بدون شک. بله. برای همین هم هست که خداوند فرمود حق رو با مصداقش بسنجید، به توسط شمر نمیشه حق رو سنجید. باها تو لشکر حضرت علی شمر بود دیگه. باشه، ولی پی خدا نباید که این حقه. به هر حال وقت ما بله. ما بفرمود امارو فرمود به هر حد است. والا وقت ما تمامه، به بینندگان زیادی برای پیام صوتی هم فرستادن. از تو خداحافظی میکنم آقای رضایی عزیز که دیگه وقت نداریم. شما ماشاءالله خواستیم، ولی بحثی که پیش اومد بینندگان از اون عذرخواهی میکنیم و نمیتونیم هم صوتی رو پخش کنیم برای هفته بعد. اما همون کسی که صوتی 50 دقیقه رو فرستاده بودن گفتن که
همیشه که وقت داریم هنوز چون برنامه دیر شروع شد، گفتن که آقای رضایی شاید تقیه کرده باشه. عزیز من اگر تقیه کرده، حالا من وکیل مدافع آقای رضایی میشم، میدونه و از منم ناراحت میشید. اگر که میدونید تقیه کرده، چرا ازش قسم خواستید؟ به هر حال دیگه باید ازش قبول کنید، ازش نمیخواستید. صوتی فایل صوتی بعدی رو پخش کنید. سلام علیکم جناب استاد سجودی. در شیعه گری نکبت بزرگی هست که این آقای رضایی که سر کلش مثل من سفید شده، بدجوری توش غرق شده و اونم این هستش که هدف اصلی اسلام رو گذاشته، چسبیده به این شخصیت ها. فلانکت چرا اونجا رفت؟ چرا اینجا نرفت؟ چرا قیافش اینجوریه؟ چرا اینجوری زن گرفت؟ چرا به تو جه؟ سننه، تا مادامی که شما شیعیان قصد و مرضتون این است که دیگران رو تغییر بدید و خودتون رو تغییر ندید، حال روز دعای رضای همینه. ای خوشگل پسر، من میدونم تو جنست خرابه. چرا؟ از زبان سیدنا علی علیه السلام میگم که تو کتاب قرآن الحکم و دورال الکلم هست، ظن الانسان میزان و عقله و فعله اصدق شاهد علا اصله. مشرکه مگه آیه قرآن است؟ قسم میخوردم به والله خدا ما مشرک نبودیم، ولی شماها وضعتون خرابه. چون من هم جنسی های سابق خودم رو بهتر میشناسم. زن گمان، گمان زنی هر کس به میزان عقل اون کس مربوطه، از زبان حضرت علی علیه السلامه. و فعله و اعمال ارادی و غیر ارادی هر کس بهترین شاهده که نشون میده جنس طرف خوبه یا خرابه. شما چرا علنم به زن و بزن به نوامیس پیغمبر حرف رکیک زدی در برنامه های تلویزیونی؟ چرا از خر شیطون پایین نمیای؟ ها؟ اگر کسی به شما بگه که زنت آقای رضایی، العیاذ بالله، نمیدونم زنت آدم صالحه هست یا نیست، یا مادرت آدم صالحه هست یا نیست، بگن که برپس صالح باشه، بگن فلان فلان شده، از خوشت میاد؟ چجوری این صفت پرید و به سید عالمین رسول الله علیه السلام میزنی؟ شما شیعیان وحشتناک وضعتون خرابه. شیعیان مثل ننه من؟ نه ها، ننه باباهای ما بیچ. شما ها، شما روافض بزتون خرابه. آره دادا جان، عوض میخوام جناب استاد سجودی. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، ممنونیم از شما بیننده عزیز. و آقای رضایی میگه وقتی که میگه شطور سواری دولا دولا نمیشه، وقتی که در میدان اومدی باید که انتقادم بشنوید و ناراحت هم نشید هر دو طرف. و در این مسئله البته من نمیگم آقای رضایی توهین میکنه به زنهای پیامبر، اما عموما در مذهب شیعه واقعا چطور ممکنه انسان به همسر پیامبر توهین کنه؟ نمیشه. بیننده ای گفتن که به آقای رضایی دو دقیقه بیشتر وقت ندید. عرض کردم به شما که الان آقای عزیز ما عبدالرحیم هم صحبت کردند و دیگه من باید همه صحبت کنم. دیگه بیننده ای گفتن که من نمیدونم به ما کمک کنید، نمیدونم من پول ندارم، از این چیزا زیاد میاد. این ببینید که شبکه ما که یک شبکه خیریه نیست و نه این کار ما میتونیم بکنیم. عموما حالا برنامه حدیث است، اینم به شما بگم که پیامبر ما گفته که حاجت خود رو به خدا ببرید و پیش بنده نبرید. یعنی تا اونجایی که میتونه انسان قرض نگیره، تا اونجایی که میتونه بگه من ندارم، خدا باز نگه من ندارم. ما تجربه کردیم، دیدیم که اگر شما صورت خود با سیلی سرخ نگهداری، حدیث هست که پیامبر خدا با شما، یعنی بگی من از کسی کمک نمیخوام، فقط خدا میخوام. معنی توحید همینه دیگه. ولی متاسفانه بعضیا در هر جا سعی میکنن که بگن دروغ راستم چی شده. یعنی اگه واقعا آدم بخواد کمکم کنه، نمیدونه که بابا راست میگه یا نه. اینترنت پر شده و از ما گلم میکنن که شما چرا در فکر فقرا نیستید. ما که دولت نیستیم، پول نفت دولت میخوره، به ما هم مثل شما هستیم. و مثلا نوشته لب به گوش نزدم از این حرفا، برای ما نفرستی چون زیاد میاد دیگه. ما بعد از این جواب خصوصی هم نمیدیم. بله، وقت ما هم دیگه تمومه بینندگان عزیز. ما امیدوارم که در صحبت هایی که میشه، چه موافقش مخالف. آها، یک معذرت خواهی از بیننده کنم که فایل صوتی اول فرستاد بود، گفتم شما چرا میگی که آقای رضایی شاید تحقیق کرده باشه. ایشون نفرستاده، یک بیننده دیگه فرستاده
که شاید این قسمش بر اساس تقیه باشه. من اولی ایراد گرفته بودم، از ایشون معذرت میخوام. برنامه زنده است و اشتباهاتی پیش میاد. عموما ما باید همدیگر رو دوست داشته باشیم. بهشت برای همه ما جا داره. امید بر این است که الله پاک به ما و به مخالفان ما راه رو نشون بده. ما خدا شاید از الله شاید از والله بالله تالله که هدایت آقای خامنه‌ای رو میخوایم. یک آخوندی که میمیره، یعنی ته دل ما از اینکه شیطان خوشحال شده ناراحت میشیم که چرا. حالا نمیگم همیشه میشه، میگم جان مازم هم نمیکشم، ولی بعضی وقتا دلم برای همین آخوندان میسوزه که چرا خودتون رو به جهنم میبرید در حالی که دنیا میگذره. الان من یک بذار دیگه هم بگم بهتون، شاید گفتنش یا چی نباشه. من اون روز حساب کردم بیشتر انسان ها بین 82 تا 85 سالگی میمیره. 80 تا 85 سالگی برید آمار رو نگاه کنید، یعنی 80 تا 85 سالگی وقت خداحافظی باید از دنیا برید دیگه، زیاد حوصله ندارید دنیا. اچن که انسان اینجوری ساخته شده که 90 سال هم میشه باز فکر 20 سال بعده. باز با خودم حساب کردم که دا این سن مثلا بین 80 تا 85 سالگی که مثلا بگیم 82 82 و نیم، من چقدر وقت دارم؟ فکر کنید من چقدر وقت دارم. یعنی اگه هیچ بلایی سرم نیاد، آقای خامنه‌ای مرا با تیر نزنه، خودم تصادف نکنم، دیگه جون دیگه نمیرم، به مرگ طبیعی بمیرم، فکر میکنید من چقدر وقت دارم؟ فکر میکنید شما حساب کنید من چند هفته وقت دارم؟ دقیقاً 901 هفته. این دنیا اینقدر کوتاست، برای همه شما کوتاست. شما به سن من میرسید، جوانا رو دارم عرض میکنم، از من پیرتر میشید. خب ما حقیقتی که قرآن قبول داریم که میگه زنای پیامبر مادرای مؤمنین هستن. مؤمن هستی یا مؤمن هم میگه به بهشت میره، به مادرت دیگه چرا فوش میدی؟ مثال اینا چیزای مثل واضحات است. پس بهترین چیز است اینا انسان مرگ رو یاد کنه که آقا من از این دنیا میرم، من مسافرم. گور پدر همه مردمی که منو مسخره میکنن، گور پدر همه مردمی که میگن آقا تو چرا راه پدرت ول کردی؟ اگر راه حق است ول کن، چون که بهشت جاودان از در این دنیا. به خدا اگه پول دونالد ترامپ هم داشته باشه 100 تا غم داری. داری دیگه، نداره ترامپ غم نداره. یه غم هم داشته باشه بس همه چیزا یادش میره. لذا من همه رو نصیحت میکنم، حتی مخالفین خود رو، روحانیت شیعه رو، مردم عادی رو، کسایی که در مذهب خود محکم هستن در حال که میدونن حق نیست یا نمیدونن حق نیست، تحقیق کنن که مرگ رو یاد کنید همه چیز آسون میشه. اگر من این مرگ رو یاد نمیکردم، حالا در همین حکومت خمینی به جا میرسیدم. الحمدلله از جوانی اینو یاد میکردم که من که بمیرم باز چی میشه؟ میگه من راه مجلس خمینی رو بکنم، تعریف ازش بکنم. همه ما بیایم مرگ رو یاد کنیم، و اگه همیشه یاد میکردم مقامم از حالا خیلی بالاتر بود. تا اونجایی که آدم میتونه مرگ رو یاد کنه که آقا من اینقدر وقت دارم، 82 سالگی دیگه همه میمیرن. بله، وقت تمومه. الله حافظ و نگهدار همیشون. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله.